متبارک باد قومی که یهوه خدای اوست آنانی که منتظر خداوند هستن قوت تازه خواهند یافت من برادر من دختر خدا پسر خدا نو ایمان ایمان داره قدیمی اگه اصله کامل خدا را استفاده کنیم حتما پیروز پایین برای آنانی که در مسیح ایسا هستن همه چیز با هم به خیریت شد به ضعف های خودت نگاه نکن خداوند مگه ضعف‌های تو رو نمی‌شناسه اجازه بده که خدا خدایی کنه اونی که در ماست قدرتش بالاتر از اونی که در این دنیاست آمین تو باید قانون جنگ روحانی رو یاد بگیری یک جنگ بیشتر بر علیه انسان وجود نداره و اون سر جای باید حکمت از اسلحه های جنگی قوی تره نه ترس برای هر روز ما وعده داده که نه ترس با یقین و اطمینان بگو خدای من زنده است اینو هر برکتی که میدید برکت به خودتون برمیگرده به نام مسیح تو نامی خواهد داد تو در مقابل او هر زانوی خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است آمین عیسی مسیح به تک تک شما عزیزان خوش آمد میگم خواهران برادران دوستان و مهمان و عزیز عزیزانی که راه دور با ما هستید سال سلامتی خداوند با شما باشد و بماند آمین داریم در واقع سال رو به اتمام میرسونیم سال 2577 شاهنشاهی و باشه که این سالی که میاد خداوند وعده ای رو که شاید 2500 سال پیش با پادشاهان این سرزمین بس دوباره به انجام برسه آمین خداوند برای سال آینده در واقع سرنوشت این سرزمین رو رقم خواهد زد مدتی دارم درباره شفا و شالوم خداوند با شما از آن در میون میذارم اما یک چیزی فکرم رو خیلی مشغول کرده و اگر بخوام از دلم بگم دلم رو به درد آورده وقتی میبینم که فرزندان و خداوند از رقم تمام وعده هایی که خدا دادن واقعا خدای ما بی نظیره آمین, آمین. وعده و با آنچه که قول میده امینه ولی بعضا وقتی تو زندگی نگاه میکنیم اون وعده های عالی که خدا رو میبینیم تو زندگی ها نیست و برعکسش بعضی مواقع میبینیم داشتم کتاب مزمور رو میخوندم مزامیر مزمور 51 و میخوام با یه آیه پیغام امروز رو با شما شروع بکنم و ببینیم که خداوند امروز چه میخواد با ما در میون بذاره مزمور 51 آیه دوازده میدونید مزمور پنجا مزموریه که داوود در واقع بعد از اون تجربه تلخی که در گناه داشت و ناتان نبی این ملاقات میکنه وقتی چشماش باز میشه متوجه میشه که چه نوع قدم رو برداشته شروع میکنه در حضور خدا توبه کردن ولی به طور خاص راجع به آیه دوازده رو میخوام برای شما بگم و پیغام خدا رو امروز با شما در میون بزنم آیه دوازده درباره این صحبت میکنه دعا میکنه خداوند شادی نجات رو به من برگردون داب و شادی نجاتت کجا رفته؟ چه کردی بر شادی نجاتت؟ خدا یا شادی نجاتم رو برگردون اون چیزی که روزی که منو رو نجات دادی اون تجربیاتی که با تو داشتم اون شادی که با تو داشتم اون خوشحالی که در حضور تو داشتم اون پرستش هایی که می‌کردم وقتی به خانه تو می آمدم دعا می‌کردم تمام ایام عمرم در خانه تو باشم ملاقات هایی که با خدا داشتی رویاه هایی که با خدا داشتی تجربیاتی که با خدا داشتی تمام اونها دلیل هایی بود که تمام مزامیر رو نوشتی ولی چی شده که الان داری دعا می‌کنی خدا یا شادی ندارم شادی رفته شادی رو به من برگردون این فکر کنم دعای همه ماست نه؟ ندارم داوودم باشی ندارم و این چیزی که دل من رو به درد میاره به عنوان خادم خدا برای این سرزمین ایماندارای زیادی هستن که وقتی در زنگ میزنن تماس میگن یا ایمیل هست فقط راجع درد میگم من چی بهت بگم وعده خدا رو تو میدونی میگه همه رو هم میدونم داوود خیلی چیزا رو میدونست اما یک چیزی رو از دست داده بود خدا یا شادی ما از دست دادم خواهش میکنم به برگردون خدا ازش نگرفته بود که التماس کنه الان اون برگرده خدایا من اونو میخوام من خیلی چیا تو این دنیا به دست آوردم اما یه چیزی بود مال تو بود اونو از دست دادم اونو میخوام از تو خواهش میکنم اونو به من برگردون اون شادی رو من میخوام و بعد ادامه میده میگه به روح آزاد من رو تایید کن به روحی که آزاد میکنه تو این آزادی خداوند تایید به من بده که من آزاد شدم روح قدوس تایید کن منو که زندگی منو عوض کردی زندگی منو بخشیدی خیلی من واقعا تو زندگی هامون در حضور خدا میایم خدا شادی های عظیم به ما میده پرستش میکنیم او را ملاقات میکنیم رویاها میبینیم اما چرا اون شادی چرا اون قوت چرا اون ملاقات تا خونه نمیره چرا چون که ما انسانی هستیم که دائم تحت رابطه ها ممکنه دلمون بشکنه ممکن اتفاقی بیفته ممکن حرفی بشه ممکن خبری بشنویم ممکن هر چیزی تو زندگیمون اتفاق بیفته شادیه به خونه نمیرسه و اینجاست که در واقع شادی ما دائم در معرض دزیده شدنه شادی که خدا به ما داده در حضور خدا میگیم چرا نمیره چون که دائم حواسمون نیست شادی های خدا برکت های خدا لطف خدا رحمت های خدا نبوت های خدا عطای های خدا قوت های خدا رو اون آتش خدا وقتی میریزه ما با حفظش کنیم من بعد نگرش دارم داوود آن قفلت کرد و اون چیزی رو که تو تمام سالهای زندگی داشت وقتی داوود نگاه میکنیم زندگیش رو نگاه میکنیم در مقابل جولیات نگاه میکنیم وقتی تجربهش رو نگاه میکنیم خدا چگونه من رو از خرس رهانید از شیر رهانید از جولیات رهانید از دشمنان رهانید از چیزهای مختلف دائم میگه او رو پرستش کنید تمام میل این مرد به پرستش ستایش در حضور خداست اما یک آن قفلت شادیش در واقع دزدیده میشه و این میتونه برای هر کدام از ما ایمانداران باشه که شادی خدا رو از دست بدیم فقط به خاطر چی به خاطر که حواسمون نباشه کار شیطان اینه که میدزده دائم شادیه های ما رو میخواد بدزده ما در به شالوم داریم صحبت میکنیم که خداوند شالوم بده آمین به همدیگه شالوم میگیم آمین به نام عیسی مسیح بشود اما کی میخواد حفظش کنه تا اینجا بیرون نمیره کی میخواد مواظبتش کنه این شالومی رو که الان گرفتی این شالمی که به هم دادی کی باید حفظش کنه من و شما باید حفظش کنیم افکار سلامتی رو حفظ کنیم قوت خدا رو حفظ کنیم آنچه که خدا تو زندگیمون داره انجام میده باید مواظبتش کنه گیریم خدا تو رو از ثروت آسمانی پر کنه از رحمت آسمانی پر کنه به تو همسر بده به تو بچه بده به تو ایمان بده به تو نجات بده به تو شادی بده کی میخواد حفظش کنه من و تو در مسیح عیسی آمین برای چی نداریم ما آیا نداریم چون که به ما داده نشده هاشا که دروغ بگوییم چون که خدا میده اما ما قفلت میکنیم قفلت میکنیم به خاطر درد هامون به خاطر ترد شده گیامون به خاطر رفتارهای انسانی به خاطر خیلی چیزهای زمینی از دست میدیم رابطه هامون برکت های خدا را از دست ما داریم میدیم و این خیلی خطرناکه که به عنوان یه مرد و زن خدا باید هوشیار باشی حواست باشه مواظبت کنم از آنچه که خدا به من داده مستتو مواظبت کن ایمانتو مواظبت کن و دعا کن خداوند به من حکمت بده به من هوشیاری بده چشمامو باز کن چی داره دور من میگذره چی داره به زندگی من میزنه چه اتفاقی داره میفته و عقبم جلوم حواسم باشه به با قول دعا میگه دعا کنم که خداوند ایام خودم رو بشناسم روزهامو بشناسم روزهای تو رو بشناسم روزهای شریرم بشناسم جو کلام خدا یه جایی به ما میگه این روزها شریره حواست باشه این روزها شریره یک دو سه داره اتفاق میافته یه بحث دو بحث سه بحث یه داستان دو داستان یه تلفن دو تا تلفن داره سومی میره روزها شریر حواست باشه و شالم چیه خدا در واقع به ما اقتدار میبخشه که شالم خدا رو حفظ کنیم آمین من و شما باید یاد بگیریم که چگونه از شالوم خدا مواظبت کنیم از آنچه که رحمت های خداست نبوت های خداست رویاهای خدا چگونه مواظبت کنیم فقط دائم انتظار نداشته باشیم خدا بده خدا بجوه خدا دهنمون بذاره پس خدا خودش هم بکنه پس کی میخواد لذتش رو ببره دو تا چیزی رو نجوی لذتش هم نمیبری این اون چیزیه که جامعه مسیحی ایرانی ما احتیاج داره و میلیون ها نفر دارن ایمان میارن به عیسی مسیح و دل من به درد یا شبان ندارن یا کلیسا ندارن یا معلم ندارن یا موقعیتهایی ندارن یا دارن اما اون شادی که در خدا باید داشته باشن داوود میگه که خداوند شادی نجات رو خواهش میکنم به من برگردون دل تاهر در من بیافرین منو پاک کن تمام چیزهایی که شادیش رو میدوزه میگه خداوند از من پاک کن منو ببخش منو پاک کن به خونت منو بشور از من دور کن از من بکن از من وردار چون میدونه چه چیزهایی باعث شد که شادیش دوزیده بشه خیلی چیزها ممکنه شادی ما رو بدوزه خیلی چیزها ممکنه روابط ما رو بدوزه محبت های ما رو بدوزه نکوی‌های های ما رو بدوزه قدوسیت رو در ما بدوزه خیلی چیزا هست که ممکنه بدوزه و هر کدوم از اینا که دوزیده بشه شادی ما از دست میره اینجاست که وقتی شادی نداری ناامیدی و ترس و غم و یس میاد به همین دلیل امروز میخوام راجع به اینکه چگونه شالوم را حفظ کنیم میخوام با شما صحبت کنم فقط نه فقط راجع به شالوم که خواهیم شنید که شنیدیم که شالوم چیه و چقدر عالیه و خدا میخواد بده اما تو قلبم امروز هست که چگونه از این شالوم مواظبت کنم چگونه این شالوم حفظ کنم چگونه این شالوم نگهداری کنم چگونه این شالوم پاسبانی کنم و چگونه این شالوم رو در واقع در خداوند باش و گذاری به دیگران انتقال بدم آمین حواست نباشه شالوم تو دلت میزنند تو افکار شالوم میره به همین کلام خدا دائم میگه افکار سلامتی دل سلامتی حواست به دلت باشه حواست به روشات باشه حواست به رابطات باشه دائم چپ خدا داره به ما هوشیاری میده که حواست باشه چرا داره میگه به ما شریعت نمیده میدونه که آن چیزی که مواظب نباشی شالمت رو میدوزه شادی رو میدوزه امنیت رو میدوزه صلح رو میدوزه خوشی رو میدوزه خنده رو رو لبات میدوزه به همین دلیل اولین چیزی که در واقع ما باید در مواظبت از شالم و شفا و برکت و رحمت و امنیت و صلح خدا باید بدونیم اینه باید که ما در عیسی مسیح اقتدار داریم تا هر چیزی خوب گوش کنیم ما در عیسی مسیح اقتدار داریم تا هر چیزی که بخواد نگاه ناپاک به شالوم تو بکنه دست ناپاک به شالوم تو بزنه پای ناپاک به حضور شالوم تو وارد کنه به نام عیسی مسیح بیسی و به اقتدار فرمان بدی از زندگی من دور شو تو باید بیسی از شالومی که خدا به داده با احترام مواظبت کنی دائم میبینیم نداریم چون که به این معنی نیست که دریافت نکردیم دزدیده شده و از بین رفته چقدر روابط از بین رفته چقدر آتفا از بین رفته چقدر قلب ها آسیب میخوره چقدر رحمت های خدا ملاقات های خدا آسیب میخوره فقط به خاطر اینکه مواظبت نکردیم تمام کتاب مقدس صحبت از این میکنه که ما در عیسی مسیح افرادی هستیم که اقتدار داریم وقتی صحبت از اقتدار هست مجاوزیه اجازه ای که از بالای سرت به تو داده میشه برای انجام کاری به اون برادر اقتدار داده شده که دم در بیسه به اون شخص اقتدار داده شده هدایا رو جمع کنه به اون اقتدار داده شده که پیغام خدا رو بگه به اون اقتدار داده که این بشه وقتی کسی از بالا سر بر کسی مجوزی رو صادر میکنه اون شخص مطابق مجوزش میتونه عمل کنه و اون شخصی که این مجوز رو بهش داده تمامی مسئولیت او رو به عهده داره و خدا را شد که عیسی مسیح ما را اختدار بخشیده و تمام مسئولیتش هم به عهده میگیر آمین و هر کس بخواد به تو و به اقتداری که در مسیح عیسی داری وقتی درست داری عمل میکنی وقتی مثل پاسبانی که داری درست عمل میکنی مثل نگهبانی که داری درست عمل میکنی هر کسی که نخواد حرف گوش کنه هر کسی که از مرزش بخواد خارج بشه هر کسی که در واقع بخواد قانونی رو که در واقع فرمانده ای تو موافق تو به تو داده بخواد بشکنه با فرمانده ای تو طرفه آمین و این خیلی مهمه که ما هم به اقتدار دیگران احترام بذاریم و به طور خاص وقتی این سرود داریم میخونیم عمیق‌تر عمیق‌تر میگه به من فیض بده تا تو را رو خودم رو از نگاه تو ببینم که تو منو چگونه میبینی تو سیامک رو چگونه میبینی تو این ابراهیم رو چگونه میبینی اون برادر رو چگونه میبینی این خواهر رو چگونه میبینی چطوری داری میبینی خدای به من کمک کن که من این چگونه دارم میبینم داوود میگه که خداوند به من نشون بده که در نگاه تو من چی هستم از نگاه تو چی هستم خدا میگه تو فرد مقتدر و جانشین من روی زمین هستی به عنوان دختر و پسر فرقی نمیکنه من بعد اینو باور کنم چرا که کلامی که از دهان من بیرون میاد وقتی اول پتروس صحبت میکنه وقتی صحبت میکنی مثل خدا حرف بزن وقتی مثل خدا حرف میزنی کسی نخواد او رو اطاعت کنه با خدا طرفه خدا پشت تو میسته خدا تو رو پشتیبانی میکنه و تو رو حمایت میکنه اینو باید بدونی که شوخی نداری ما نه با دنیای تاریکی نه با انسان به همین دلیل امروز میخوام درباره این چیز صحبت با شما بکنم که در واقع چه چیزهایی ما حق فرماندهی داریم و چگونه باید فرماندهی کنیم اولین چیزی که در واقع کتاب کلام خدا به ما صحبت میکنه نه فقط تو رو اختدار دادم که در واقع در چیزهای عالی در طلب بکنی و برکت دریافت کنی مواظبت کن تو از شیطان و قدرت‌های تاریکی تو فرماندهی میتونی بکنی ما بر شیطان حق فرماندهی داریم آمین ما حق اقتدار داریم آمین؟, آمین کسی که در واقع صاحب اقتداره اون طرف مقابل زیر اقتداره و کلام خدا میگه شیطان بالای سر تو نیست که بر تو حکم کنه زیر دست توست و تو باید بر او حکم کنی آمین؟ تو باید حکم کنی به نقشه هاش که حکم کنی به فریب به برنامه به ترهاش به اون چیزی که در های جهنم داره ترهایی میکنه تو میتونی حکم بکنی قبل از که او برای زندگی تو حکم کنه تو برای زندگی او حکم میکنی آمی؟ و اجازه نمیدی که حکم او در زندگی تو جاری بشه و به نام عیسی مسیح هر حکم شیطان باطل میکنی من و شما اقتدار داریم بر شیطان با تمام قدرتی که داره قدرتش برای دنیا قدرته کلام خدا میگه من بر او پیروز شدم و شما بر او پیروز هستید آمین برای این دنیا شیطان خداست برای ما خدا نیست برای ما عیسی مسیح خداونده برای این دنیا او اربابه برای ما ارباب نیست برای این دنیا خیلی بزرگه برای ما بزرگ نیست برای این دنیا خیلی مسئله برای ما هیچ چی نیست ما اگر راجع به صحبت می کنیم به هیچی بودنش حرف میزنیم. ما بزرگش نمی کنیم حقیر بودنش حرف میزنیم. زنیم که اینکه عددی ای نیست که بخوایم برای ما انرژی بخوایم سرش بریزیم که بخوایم افکارمون رو بهش بدیم افکار ما مال عیسی مسیحه و ما به در او فکر می کنیم اندیشه های ما اندیشه های الهی خواهد بود و او عددی نیست که بخوایم صحبت کنیم اگر این صحبت می کنیم بخاطر کلیسای خداوند که نوپا باشه بعد هوشیار باشه بیدار باشه کلام خدا میگه از زبان بچه ها. قدرت صادر میشه به جهت ساکن، ساکت کردن دشمنانشون از زبان بچه ها، یعنی بچه ها به دشمنش میتونه بگه خفه شو واجه ای که میگه ساکت شو واجه که در زبان عبری میگه دهن تو ببند میگه بچه ها میتونن به دشمنانشون که شیطان بگه دهن تو ببند دهن تو ببند برای زندگی من حرف نزن اجازه نمیدم راجع به زندگی من اجازه نمیدم راجع به شوهر من اجازه نمیدم راجع به بچه من اجازه نمیدم راجع به همسر من اجازه نمیدم راجع به رویاها و نبوت های خدا و آینده من در مسیح عیسی حرف بزنی دهن تو ببند حتی اگه طفل اگه کوچک هستی تو نوع ایمان هستی برادر من نوع ایمانم من دو ما ایمان آوردم خیلی خوبه بیبی چرا خدا میگه دهنشو میتونی ببندی اگه بچه ها میتونن ببندن چقدر بیشتر آنانی که در مسیح عیسی بالغ هستن میتونن ببندن شالوم رو حفظ کن چون او کسی که شالوم رو به تو داده بزرگتر از اونیه که شالوم میخواد بدوزه تاسمان تو جنگ های روحانی و زندگی روحانی طبیعه که هر وقت خدا میخواد در زندگی تو کاری انجام بده شیطان به طور عجیب تو زندگی تو میخواد حضور داشته باشه بدوزه یا قبل از برکت یا بعد از برکت مثل دوزیه که سر معامله میخواد برسه سر جنس میرسه سهم صحم من سهم تو در عیسی مسیح جهنمه تو هیچ سهمی بر این برکت نداری چون این فیض خدا در مسیح ایسا برای من میکا بابا هفت های به شرایط اداره آخرش زندگی میکنه که بعضی موقع ما ممکن داخلش بیفتیم سختی ها، مشکلات، مریضی ها، درد ها، صورت حساب ها، کمبود ها، سادگی های ما خیلی چیزها در واقع ممکن تو زندگی ما اتفاق بیفته که سمرش دردی در زندگی ما به وجود بیاره و این اجتناب ناپذیره کسی نمیتونه بگه ما تو آسمان هستیم ما هنوز در آسمان نیستیم رو ابرام زندگی نمیکنیم رو زمین زندگی میکنیم اما با عیسی مسیح <applause> <applause> پاهامون رو زمین اما افکارمون آسمانیه با آسمانی فکر بکن میکا باب هفت آیه میگه ای دشمن من ای تو که ضد من ایستادی دهن تو باز کردی بر من شادی نکن چون که افتادم مرد عادل زن عادل هفت بار بیفته بلند خواهد شد من بلند خواهم شد که خداوندم منو بلند میکنه اما وای بر تو یک بار افتادی برای همیشه کسی تو رو بلند کنه من برخواهم خواست اگر چنان که در تاریکی بنشینم فریبم دادی مخمو زدی منو بردی تو تا تاریکی با شخصی تو هفته یکی تماس گرفت که بردر کمک کن یه نفر تو ایران دیو زده زده تو خیابون و نمیدونیم چی کار بکنیم حالش خیلی بده چند نفر هم میخوان بگیرنش مهارش میتونن بکنن این شخص کیه؟ یه دختر 20 ساله که تو جلسات شیطان پرستی خون خورده چهار سال ایماندار بوده یه آقا پسری آشنا میشه بی ایمان آقا پسر بی ایمان دختر ایماندار را میبرد تو جلسه شیطان پرستی وقتی با دیو صحبت میکنم میگم از کجا اومدی برای چی داری اومدی میگه او عیسی مسیح را به پدر من میگم پدر تو کیه میگه شیطان لوسیفر گفتم تو و پدر تو به نام عیسی مسیح جای تو ما جهنم در این شخص می‌دوزه فکر می‌کنی ایماندار ایماندار بی صحاب. ایمانداری که در واقع پوشش و امنیت نداشته باشه شیطان میزنتش ایمانداری که روش نکنه ایمانداری که کلام نخونه ایمانداری که پرستش نکنه این تغذیه روحانی ماست تازه میکنیم این می همه جنگ داریم نکنیم هیچی آرام 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 مثل قصه قصه خونتو میکشه بیحال میشه یا آن می روحت رفت میگه زمانی که داشتم توی جلسه شیطان پرستی بودم میگه تو اوج تاریکی آخرین جلسه ای بود که رفتم میگه رفته بودم اونجا و میگه 20 دقیقه به قول خودش و منو برده بودن توی یه دنیای دیگه میگه یک آن صدایی شنیدم که به میگه دخترم جایی تو اینجا نیست تو وسط شیطان پرستی بلند برو میگه یگان که همه چشماشون بسته بودم من در رفتم از اونجا <applause> میگه همینطور که میرفتم میگه سوار ماشین شدم برم یا نا... میگه شیطان قشن نشسته بگو کجا داری میری ما تازه با هم شروع کردیم میگه زدم کنار گفتم یا برو پایین یا من تو و ماشین رها میکنم خودم پیاده میرم میگه ماشین رو ول کردم پیاده رفتم گفتم اگه نمیای بیرون میگه فرداش اومدم، ماشین رو بردم، از اون روز دیگه اونجا نرفتم، اما تمام زندگیم نهارومه، برده کمک کن، دشمن من اگه در تاریکی بیفتم، خدا من نور منه، این شخص آزاد شد، خدا ما در عیسی مسیح فرماندهان صاحب اقتدار کرده که به شیطان رئیس این جهانه رئیس ما نیست حکم کنیم آمین دو ما را اقتدار بخشید تا بر ارواح شریر و دیوها وقتی کتاب مقدس صحبت میکنه از بالا به پایین صحبت از تخت و ریاست ها و سلطنت و بعد نیروهایی میکنه که رئیس های زیادی وجود دارن فرمانده های زیادی وجود دارن اما به طور خاص ارواح پلیدی که در واقع با انسان‌ها ها سر کار دارن دیو ترس دیو شهوت دیو ترد دیوهای دیو جور واجور دیو ترس چیزای مختلفی که توی زندگی‌های انسان‌ها وجود داره و اونها رو در واقع بسته و خیلی مواقع در واقع روح فریب جزیبل مامان، چیزهایی که تو زندگی‌ها وجود داره و دائم زندگی ها رو در واقع میخواد کنترل بکنه کلام خدا میگه اگر ما رو اقتدار بخشیده که رئیسشون اربابشون رو سقوط بدیم و قدرتش بشکنیم نوچه در مقابل ما باید جلوی ما سینخیز برن این اون چیزی که کلام خدا به ما یاد میده شما رو اقتدار بخشیدم که تمامی قوت دشمن و ارواح پلیز رو و اغرب ها و مارها رو به نام عیسی مسیح زیر پاهاتون له کنید آمین ما در عیسی مسیح اقتدار داریم و هر روحی که بخواد ضد کلام خدا ضد شالوم خدا در زندگی تو عمل کنه بر ضد همسرت بر ضد شوهرت بر ضد خانواده‌ات بر ضد ایمانت بر ضد آینده‌ات بر ضد خدمتت بر ضد نبوتت بر ضد کلیسا عمل کنه با اقتدار بیس بیس و اجازه نده اینجا من زن خانواده هستم من تصمیم بر این خانواده میگیرم من مرد خونواده هستم بر این خانواده تصمیم میگیرم من در این خانواده زندگی می کنم به عنوان فرزند بر این خانواده تصمیم میگیرم هر چیزی که اشالام نیست به نام عیسی مسیح نمیپذیرم و یاد بگیریم که قدرت های تاریکی چگونه میخواد بدوزه سلامتی رو میدوزه شادی رو میدوزه امید رو میدوزه ایمان رو میدوزه نبوت رو میدوزه عطایا رو میدوزه و بارها دیدید ایمانداره زیادی که زمانی که در ایمان تو اوج بودن الان معلوم نیست که هستن یا نیستن حواسمون خیلی باشه به خودمون کلام خدا میگه هر کس که محکمه قائمه هوشیار باشه که خودش نیفته کسی رو محکوم نکن اما حداقل برای زندگیت مواظب باش این اقتدار رو دادی روحای زیادی هست که تو زندگی ما ممکنه بیا تردد بکنه اما ما در عیسی مسیح روی ترس روی نامیدی ایزابل دیابولوس یکی از روحایی که بیشتر از همه در میان ایرانیا کار میکنه دیابولوسه جدایی طلاق، نفرت قهر شکستگی فقط به خاطر چی دائم حق به تو میده آره حق با تو دیدی 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 دی، دی 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 دی. دائم 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 مخ تو میخوره تا متقاعدت کنه کارش دزدیه من نمیخوام بگم که هر رابطه ای می میتونه از خدا باشه ولی حداقل رابطه ای که از خدا حفظ کن آنچه که خدا به عنوان شالان به تو هدیه داده رو حفظ کن هیچ وقت رابطه ها، خونواده ها،, دوستی ها، یه سرمایه است. کلام خدا در انجیل متی با 25 جا به این صحبت میکنه که میگه شخصی بود که به کارگراش به هر کدام قنطاری داد. به یکی یکی، به یکی دو تا، به یکی پنج تا. بعضی مواقع دوستی‌ها بعضی مواقع بودن پدر مادر، اینها خانواده، اینها قنتارهای خدا هستند به تو قنطاری میده آمین همسری داری بچه میاد قنتارت میشه دو تا به جز همسرت فرزندم میاد برکت داری اقامت داری قنتار سوم چهارم آینده داری کار داری قنتار پنجم ششم خدا چیزهای زیادی به من و شما میده اما کلام خدا از ما میخواد که این قنطارها و لطفای خدا رو مواظبت کنیم این سرمایه اولیه بقول معروف میگه پدر یارو یه مایه کاری داد به بچهش گو برو باش کار کن خدا یه برکت میده یه دوستی میده یه رحمت میده به کسی میده میگه الان برو باش کار کن این دوستی رو حفظش کن این دوستی رو شکلش بده این ازدواج رو شکلش بده این فرزند رو شکلش بده این کار رو شکلش بده این خدمت رو شکلش بده این عطایا رو شکلش بده این مست تو روغن مست تو شک بده زیادش کن آمین خدا میخواد که در واقع اون که ما داریم و به عنوان سرمایه اولی حفظ کنیم وگرنه میگه آن داری از تو گرفته خواهد شد انتظار نداشته باشیم که همه چیز پرفکت و عالی خدا به ما بده بدون نقص پس سهم من چیه تو این کار کردن عطایا و بعد ما حفظ کنیم اینها رو و دیابولس نمیذاره رحمت های خدا دوستی ها و رابطه ها رو دائم میزنه 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 خدا به کلیسا اقتدار بخشید که هر قدرت تاریکی رو بتونه بیرون کنه توی جنگ های روحانی و شاید توی فرماندهی و اقتدار بعضی باور نداشته باشند که خب ایماندار با دیو سرکار داره نداره اسیر هست نیست چون که این یه چیزی که الان من نمیخوام واردش بشم اما حتی اگه فرض بر این هم میگیریم که اوکی با ایمانداران شیطان کاری نداره که یه خودش یه فریبه اتمام با ایماندار کار داره اما حداقل برای دنیای بی ایمان که میخواد ایمان تو رو بزنه با دنیای بی ایمان که دیو داره خب دیوای اونا رو بیرون کن اگه کلیسا دیو نداره کلیسا اسارت نداره ایماندارات اسارت ندارن خدا رو شکر. پس حداقل یه اختیاری که مسیح داده با دنیای بی بیمان برو دیو بیرون کن می‌کنی؟ بکن برای بی که داری دیگه بی که میتونی دیوشون بیرون کنی چند تا بی دیو بیرون کردی کلیسا اختیار داره که دیوها رو بیرون کنه نه در خانه خدا باشه نه در حوالی خانه خدا باشه نه در خانه تو باشه نه در حوالی خانه تو باشه و نه در هیچ جایی که تو حضور داری باشه آمین نه. سه ما میتونیم بر مردمان شریر فرماندهی کنیم مزمور 6/ آیه هش میگه ای مردمان شریر از من دور شوید با اقتدار داره میگه مردمان گناهکار، مردمان فاسد، مردمان جادوگر، مردمان مزاحم، مردمان درو، مردمان مخالف، مردمان مسخره کننده ایمان، غیبتگو، مردمان بدزبان، مردمان کش افکار، به نام عیسی مسیح تو در زندگی من هیچ رأی نداری. بعد خیلی حواسمون باشه. افرادی که دائم مسخره میکنن، دائم غیبت میکنن، دائم حسادت میکنن دائم نارامی تو خانوادت میارن مواظبت کن خانوادت مواظبت کن همسرت مواظبت کن شاید سخته بهش بگی بابا با این رفت آمد نکن اما تو بود روحانی بیس و فرمان بده بر مردمان شریر که شالوم تو رو میدوزن فقط دیوهای دنیای تاریکی نیستن از انسان ها هم استفاده میکنه شیطان بعضی موقع خودشون هم نمیدونن این مردم ها حتما نباید واقعا شروری باشن اما یک روز ممکنه توی یه مقطعی خارج از اراده خدا داره کاری انجام میده پتروس شاگرد عیسی پیداش کرده انتخابش کرده براش نبوت داره براش آینده داره اتفاقی که میفته یه جایی بهش میگه پتروس دو از من این شیطان به این معنی نیستی واقعا این خود پتروس شیطانه این افکاری که الان تو داری افکار مپدر من, من نیست یه جایی بهش میگه این را پدر من بر تو مکشوف کرد که من مسیح پسر خدای حی هستم بهش میگه که کلیسا بر این نبوت بنا میشه یه جا تشویقش میکنه اما یه جا هم بهش میگه دور شو چون که این افکار افکار پدر من نیست و اجازه نمیدم که هر فکری که از زبان هر کسی بیرون بیاد بپذیرم بلکه هوشیار هم که آیا اراده پدر من در اون هست چون که میدونم افکار پدر من شالومه و اگر این شخص حرف میزنه و از پدر منه به شالوم بیاره شالوم نمیاره این از پدر من نیست یا از انسانیتشه یا از شیطانه هر کس هم میخواد باشه پتروس میخوای باش یهودا میخوای باش یوحنا میخوای باش ما باید هوشیار باشیم چی داریم میشنویم و کسایی که کنار ما هستن زبانشون افکارشون قدمهاشون باید شالوم بیارن اگر شالوم نمیاره مواظبت کن بعضی مواقع سخته طرف مقابلت کسی نیست که راحت بخوای براش خط بکشی بگی که تو اون بر جوب من این بر جوب کاری به هم دیگه نداریم تلفن رو قطع کنیم بعضی مواقع ممکنه افراد نزدیک خانواده ما باشن و کارش هم نمیتونیم بکنیم این بیمانای فامیل خانواده ماشن خاله است پسر خالت، دختر خاله است عمه دایی عمو کسایی است که نمیتونیم کارشون کنیم بعضی مواقع واقعا نمیشه ببریشون اما حداقل یه چی به خودت ثابت کن تو این زندگی من تصمیم میگیرم ولی جنگ تو با طرف مقابل خونواده شوهرت خونواده زنت خونواده های بچه نیست اون روحی که پشت اونهاست. حکمت بعد داشته باشی بچه داره اشتباه میکنی داره با دوستای ناباب داره میگرده اگه مواظبتش نکنی خودت هم یه لگت میزنی میفرستی تو بغل شیطان سمینار رفته دم جایی یه شخصی میگفت وقت برای من دعا کن پسرم پنج سال ما رو رها کرده رفته میگم چرا؟ آره افتاده اوتیه این 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 بعد من اینطوری کردم اینطوری کردم فلان کردم فلان کردم گفتم ببخشی شبان تو به تو راهنمایی نکرد که در واقع چرا ولی من خودم اینطوری عمل کردم اون موقع فهم می رو خدا میخواد گفتم الان انداختیش بچت میگه چند سال تلفن تو رو جواب نمیده مگه میشه حالا پدر بود میگفتی او که با پدر اینطوری رفتار میکنن رابطه ها میشکن ولی مادر بچه دیگه نمیتونه مادرش رو ول آره فهمیدم اشتباه کردم اگه اشتباه کنی با لگت خود چالامو میندازی تو بغل شیطان هوشیار باش حکیم باش با هر چیزی ممکنه سازش نکنی ولی به جایی که با بچت بجنگی با همسرت بجنگی با هر روحی که ضد زندگی تو ایستاده و بجنگی شوخی هم نداره میخوای باور بکن میخوای باور نکن میخوای هر چیزی باش زندگی تو نگاه کن این همه تلخی و این همه دردی برای چیه بیس آدم‌ها تا زمانی که در شالوم هستن آمین قدمشون روی چشمای تو باشه و در قلب تو باشه از شالم رفتن بیرون خط بکش برشون زمانی که برگشتن به شالم ولکام در شالوم برنگشتن خط بکش بدون برو برگرد هیچ شوخی هم نداره چه خدا شالمی که به ما میده میخواد ما از شالوم مواظبت کنیم آمین شالومی چیزی که ما میتونیم بر اون اقتدار داشته باشیم و در واقع دربارش حکم کنیم ما میتونیم بر افکاری که بر خلاف اراده خدا تو زندگیمون است چیزهایی تو زندگی ما هست که بعض مواقع دائم این فکر تو ذهن ما ما رو محکوم میکنه ما رو اذیت میکنه نسبت به ما نظر میده چیزی که ما به عنوان مسیحی واقعا دعا کنید برید در حضور خدا دعا کنید برای هر چیزی که دعا میکنید یه مدت بذاریدش کنار فقط یه سوال بکن که یه جواب از خدا داشته باش بگو خدای هیچی جواب نمیدی جواب هیچی مو نده هیچ نیازی ما جواب نده اصلا نمیخوام به من هیچی بدی ولی یه چی رو به من بگو که من کی هستم این از خدا بگیری به عنوان یه زن خدا بگیری هستی. از خدا بگیری که هستی ارزش تو از خدا بگیری به عنوان یه مرد ارزش از خدا بگیری اون موقع دیگه هر کسی نمیتونه بیا برای تو ارزش در واقع تعیین بکنه چون که ارزش تو در خدا ثابت شده است این چیزی که دائم ما داریم میخوریم 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 این اینو گفت اون اونو گفت فلان اینو گفت گفت زشتی گفت کوتاهی گفت بلندی گفت بد میاد بد گفت بد نمیاد گفت تو این نیستی تو به در نخوری دائم هر کسی میاد شیطان دائم افکاری رو در واقع بر ضد ما محکوم میکنه و چقدر ایمان دارن دائم بعد میفتن هی hey, بعد نازش کنی هی hey, بعد بلندش کنی هی hey, بعد تسلی بدی بابا دروغ گفته بابا تو این هستی تو با این هستی بابا بس دیگه قوت خدا کجاست؟ آتش خدا کجاست؟ مس خدا کجاست؟ اقتدار خدا کجاست؟ روغن خدا کجاست؟ که دیوها از تو فرار بکنند تا کی باید اینطوری ما باشیم به با عنوان ایماندار؟ یه جایی بعد پایان بدیم به حرفایی که در ذهن ما بر ضد اراده خدا در افکار ما شنیده میشه. آمین. بس دیگه. هی hey, دائم بازش میکنیم هی hey, زیر روش میکنیم هی hey, حق میدیم تازه خودمون هم میگیم که یکی داشت تعریف میکرد میگه آره یه مدتی افکارم اینقدر اینطور اینطور بود بعد یه دفعه خودم گفتم آره تازه اونجا هم اینطوری بود اینطوری بود میگه تازه خودم هم نمیدونستم گفتم خوبه شیطان هر که شیطان نمیدونه تو یاد کردی تازه به چند تا دیگه هم بهت بگم بابام این کارم که مامانم هم اینطوری بود اون یکی هم اینطوری بود گفت تازه من خوبه به من گفتی میگه تازه داستان جدید به وجود جد اومد برام تازه آتو هم میدیم دستش کلید هم میدیم دستش بفرما بیا بقیه ببر بسته دیگه یا فکر خدا یا فکر شیطان دوم قرنتیون با بده آیه سه تا پنج داره میگه میگه به نام عیسی مسیح خوب گوش کن میگه جنگ ما با اینکه رو زمین هستیم زندگیمون زمینیه اما جنگ ما زمینی نیست پس اگر جنگمون زمینی نیست اسلحه جنگمون هم زمینی نیست بلکه روحانیست 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 قادره به فروریختن قلعه ها تا هر فکری که خلاف معرفت و شالام خدا هست فرو بریزه هر فکری خلاف شالام خداست فرو بریزه هر فکری ضد نقشه خداست فرو بریزه هر ایده ای ضد برنامه های خداست فرو بریزه برای مهم نیست که اون فکر چیه هر چیزی که ضد نقشه و طرح خداست فرو بریزه این اون چیزی که کرام خدا به من شما میخواد یاد بده پنجمین چیزی که ما میتونیم بر اون اقتدار داشته باشیم هر بیماری که بخواد بر ما مسلط بشه بر حال بیماری روحی روانی جسمی ایمانی ما تو دنیای داریم زندگی میکنیم که خب فرسودگی میاد جسم میاد نمیخوام بگم هر چیزی که اتفاق میافته حمله شریر میتونه باشه نه اما حداقل یه جاهایی هست میگه دردهایی میاد یه جایی که اصلا من نمیدونیم از کجا دکترها میگن نمیدونیم چته هر چک چی میکنیم نمیدونیم چته اما سیستم در واقع درست آلارم نمیده هیچی هم نمیدونیم آزمایش میکنیم نمی هیچی پیدا نمی کنیم همچی مواقعی بگو که من پیداش کردم اونجا دیگه فقط دعا نکن خدای شفا بده به نام عیسی مسیح هر روح درد که میخوای از طریق خونه کردن من از طریق بیمار کردن من از طریق ضعیف کردن من بخوای روی زندگی من روی همسر من روی درآمد من روی امرار ماش من روی خدمت من روی آینده من روی شادی من روی خانواده من خب خستگی میاد زن مریض خسته میشه مرد مریض خسته میشه بچه مریض خسته میشه پدر مادر خب طبیعی به دور خسته میکنه این و شیطان میدونه جنگهای در واقع سرد رو و درازمدت رو چگونه انجام بده که به مرور زمان خستت میکنه یه جایی ببری و کم بیاری اونجا میخوا بزنتت اما به نام عیسی مسیح اگر دلیلی پیدا نمیشه اگر دلیلی هست خدا رو شکر برای دکترها راه حل دارن ابزار دست خدا هستن وسیله خدا هستن دکترها تشخیص ها رو در واقع دارن میدن اما خداست که از طریق اونا در عمل میکنه آمین آمین عمل کنه اما اگر چیزی جواب پیدا نمیشه بیست و جنگ روحانی کن خیلی مواقع تازه دلیل پیدا میکنن اما یه چیزی که وجود داره و حواستون باشه سال‌های پیش کتفم که درد میکرد رفته بودم دکتر و می‌گفتم درد من خیلی زیاده میگفت یه جدولی به من نشون داد گفت به من بگو دردت از اینجا تا اینجا چقدره؟ شاید شما رفته باشید با شما تست میکنن که درد شما چقدره؟ اینقدره، 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 اینقدره اینقدر. بعد بر اساس دردی که داری اعلام می‌کنی خب ممکنه بعضی مواقع به این دایه خیلی داره قلوف میکنه این،, این مشکل اینقدر درد نداره خب تجربهشون داره نشون میده راست میگه این نوع بیماری با کلیه این بیماری کبد این بیماری قلب این بیماری نخا این بیماری دیسک کمر این بیماری گردن دردش بین این رنجه اما این درد داره اینجا خیلی داره اعلام میکنه و این اصلا مال این درد نیست خب معمولا چی بهت میگن مشکل روحی روانی داری عصبیت به هم ریخته بیا برید دو تا قرص بخور که اونجا آروم بشی اوکی اما یه چی به شما میگم اگر میری دکتر و دکتر داره به تو میگه نگاه کن تا سیش من قبول میکنم این درد تو این مشکل تو تا سی قبوله اما بالای سی این درد نرمال نیست بگو اوکی فهمیدم چون شیطان بعضی مواقع وقتی یه چیزی در واقع به وجود میاد شما دیدید اینجا وقتی نوبت آشغال میشه زنگ میزنی میگی یه آشغاله ما رو ببر میری یه در واقع اونجا چی میذاری دو تا تخته میذاری میری برمیگردی میبینی تمام کمد و رخت خواب و یخچال و تمام چیزهای جور با جور درختاشون همه رو گذاشتن اینجا میگه بابا من رفتم اون رو بردارم بیارم یه دونه بودی اما پر شد الان دیگه میپرسم میگه چند تا چی داری این این مینویسه یکی که اشتباه میکنیم بابا آشغال آشغال حالا یکی بالا پایین نه دقیقا به من بگو چند تا ما چند وقت پیش زنگ زده بودیم برای ماه دیگه که بگیم دقیقاً داشت آمار میگرفت گفتم حالا چقدرم توی آمار میمونه یه دو تا میذاری میان اینقدر میذارم روش شیطان هم همینه من میگم درد طبیعی میاد میاد میریزه روش برات به نام عیسی مسیح گوش کن تازه این آشغاله هم که هست من در مسیح نمیپذیرم چه بسه بخوای زیاد درم رو من بذاری امین اینا هم گذاشتم که عیسی مسیح به خونش پاک کنه ببر امین و جایی نیست که تو بخوای چیزی برای من بذاری اجازه نده و حتی آدم ها اجازه نداره بیان آشغال اضافی روی تو بذارن حیفه سانسور نمیخوام بکنم شیشان ما بر روابط تلخ و نادرست که با دیگران هست حق فرماندهی داریم گفتم یه روحی که به طور خاص عمل میکنه روی دیابولوسه که رابطه ها رو میزنه ضد ازدواجه ضد بچه هاست هر چیزی رو که خدا برکت داده این دیابولوس زدشه هر چیزی رو که خدا پیوند میده زدشه ما میدونیم تمامی خلقت به واسه محبت به هم پیوست آمین؟ یعنی محبت و خلقت متلاشی میشه محبت بین خدا و تو زده بشه متلاشی میشه محبت بین زن و مرد زده بشه متلاشی میشه محبت فرزند با پدر مادر زده بشه متلاشی میشه این رابطه متلاشی میشه تنها چیزی که میتونه نفس کنه چیه؟ محبت خلقت رو محبت داشته سیارات رو محبت داشته. همه چیز به واسه محبت خدا به هم وصله آمین؟ دیابولا ضد محبت خداست و اینجاست که محبت رو سرد میکنه با تو متقاعد کردن تو تو رو ناامید و سرد میکنه و وقتی محبت سرد شد رابطه شکسته شد جایی که محبت نیست همه چیز متلاشی میشه تو کلیسا متلاشی میشه تو خانواده متلاشی میشه سر کار متلاشی میشه همه چیز توی تو وقتی محبت نباشه اعتماد نیست وقتی اعتماد نیست احترام نیست وقتی احترام نیست آرامش نیست خدای ما خدای شالومه و ما باید این شالوم ها رو حفظ کنیم هوشیار باشیم نه فقط ایام خدا در خدا بشناسم روزهای شریرم بشناسم مواظبت کن تو به عنوان دیدبان خانت هستی دیدبان ایمانت هستی دیدبان هستی در زندگی و در خدمت در کلیسای خداوند تو دیدبان هستی برای همسرت دیدبان هستی برای کارت و چیزهای زیادی هست که خدا به تو به عنوان برکت داده و حواست باشه برکت شیطان ندزده، زمانی که ناامیدت میکنه زمانی که گیجت میکنه زمانی که در واقع میبری هوشیار باش این اون چیزی که امروز خدا میخواست با ما در میون بذاره که چگونه شالوم رو حفظ کنیم ما در مسیح قدرت حفظ کردن شالم رو داریم خدایی که ما را شالم داد اقتدار مواظبت کردن از آن را نیز به ما داد آمین 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 آمین, میتونیم می اون را جلال بدیم آمین آمین خدا را که خدا نه فقط افکارش برای ما سلامتیه حکمت او سلامتیه یاد نگیر باختن را یاد نگیر عقب نشینی کردن را یاد نگیر پذیرفتن چیزهای منفی را آچون نده یک وجب از خاک تو به شیطان نده یک وجب از جایی که خدا به تو به عنوان شالم داده را عقب نشینی نکن یه شیطان دائم اینه تو رو بزنه سر جات بشینه تو رو بزنه بیست سر جات وقتی تو رو بزنه و بیست سر جات تمام اون چیزهایی که تا لحظه قبل مال تو بود الان مال او میشه بگو آرزوشو به دلت میذارم شیطان که تو بتونی سر جای من بیستی اینجا مال عیسی مسیح خدا بنده آمین اینو چیزی که خدا میخواد ما بفهمیم وقتی میگه دعا میکنیم خدای چشمان رو باز کن تا از آسمان مکاشفه بگیرم تا از نگاه تو خودم رو ببینم این اون پیغام خداست بیس. نه نترس خسته خاطر نشو فقط دعا نکن بگو جواب نمیاد با اقتدار بیس و فرمان بده امین یهوه تو رو برکت دهد در انتهای سال و تو را محافظت نماید در این روزهای آخر سال یهوه روی خدا بر تو تابان سازد در این لحظات آخر سال و بر تو رحمت کند یهوه روی خود را بر تو برافرازد و در این لحظات آخر سال روزهای پایان سال 2576 که 77 شروع میشه خداوند به تو و اهل خانواده تو و آینده تو و به سرزمینمون سلامتی عطا کند صلح و سلامتی خدا با شما باشد و بماند به نام مسیح آمین